بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم لکچر اول است و در این قسمت ادامه خود سیستم هضمی است. ساختمانهایی را که در قسمت قبل خواندیم، در قسمت اول لکچر مانند لبها را خواندیم، زبان را خواندیم و عمومیات خود سیستم هضمی را خواندیم. به تعقیب از او حالا هم از قسمت دندانها شروع میکنیم. خب میبینین اینجا برای ما نشان داده در دندان ها را که مهمترین گپ برای دندان ها یعنی پاکاری خود دندان ها است. و دیگه یک شما اینجا دندان ها را میبینین، این دندان ها در داخل یک ساختمان قرار گرفته، الویولس است و دندان ها در دو قوس قرار گرفته که قوس بالایی است و دیگه هم قوس چی میباشند؟ پایینی است که دیگه اینا جا به جا شدن. دندان ها را میگه ساختمان سختی است که توسط مواد کلسیمی پوشانیده شده است. خیلی دندان ها خودش مواد سخت بوده و ایده چی میپوشانند؟ مواد کلسیمی. کلسیمی خودش یک مواد سخت است. اینا را گفتیم در دو قوس علوی و سفلی جا بجا شدن. قوس علوی این قوس چی شد؟ سفلی. دو قوس علوی و سفلی اینا چی شده؟ جا بجا شده است. و یا را گفتیم در داخل یک خالیگاهی به نام الویولس جابجا شده است. همون خالیگاهی که دندان ها قرار میگیره، نام اون خالیگاه را به نام الویولس یاد کردیم. خالیگاه دندان به نام چی گفتیم؟ به نام الویولس. خیلی خالیگاه هاست و دندان در خالیگاه هایی که قرار میگیره ای را گفتیم الویولس میباشن. یه قوس دندانی علوی و یه قوس دندانی سفلی میباشن. الویولس هم همی این قسمت خالیگاه این دندان نامش الویولس میمونیم که داخل ازی با دندان ها جا به جا میشن. از نظر دوام، از نظر دوام شما ببینین دندان ها را ما چند گروه تقسیم میکنیم؟ دندان ها را دو گروه تقسیم میکنیم. یکی دندان های شیری است و دیگه هم دندان های دائمی است. و در تصویر شما سعی کنین بعض وقتا شما یک دندانه که در قسمت آخر مبرای یا در قسمت آخر بیره ها مبرای که وستوم تیتین عقل دندان که یاد میکنن این شکل است و در مراحل بعدی به این شکل اینا چی میشن؟ تا سن کم بالاتر میره اینا باز مبرای هن. اینا به این معنی نیست که مثلا کسی که دندانه داشت عقل داره، کسی که دندانه داشت عقل نداره. دندان عقلی به این معنی که اینا وقتی دندان وقتی که مبرای در این حالت شخص سنش چی میباشن؟ بلندتر میشن که اکثرا در سن کم بالاتر شده میره مراحل جوانی. در این مراحل دندان ها ممکن چی کنن؟ براین و رشد کنن. خب اول در مورد دندان های شیری میخوانیم. دندان های شیری یا دندان های دسیدوایی یا دسیدیوس یاد میکنن، پرایمری هم یاد میکنن، ابتدایی در شش ماهگی به برآمدن اینا آغاز میکنن. تعداد آن 20 عدد است و در 3 سالگی تکمیل میشن و در سنین 6 تا 12 سالگی جای ازیر دندان های دائمی عکس میکنن. خیلی در 6 ماهگی برآمد، 3 سالگی تکمیل شد. بعد از این از سن مثلا 6 سالگی 7 سالگی تا 12 سالگی اینا با افتیدن این شکل آیسا آیسا شروع میکنن افتیدن، جایشان دندان های دائمی میگیرن. افتادن از اینو از سبب انحلال ریشه اونهاست. ریشه ایشان که انحلال پیدا میکنه، انحلال چی رو گفتیم؟ یعنی حل شدن. وقتی که ریشه از اینو حل میشن یا انحلال پیدا میکنن، این دندان های موقتی یا دندان های که بی بی تیت یا دندان های ابتدایی که گفتیم اینا میبراین، از جایشان دندان های چی میگیرن؟ دندان های دائمی میگیره باز جایشان که. خب قسمت دوم رو ببینیم، دندان های پرمننت یا سکندری یاد کردیم. دندان های پرمننت یا سکندری همی دندان های دائمی رو یاد میکنن که تعداد از اینا 32 عدد است. یعنی چند تا بوده؟ اینا رو گفتیم که 32 عدد میباشن. یعنی با دندان های دائمی بعد از دندان های ابتدایی که میبراید تعداد از اینا 32 بود و از اون دندان ها تعدادشان 20 عدد بود. تصنیف از اینا رو ببینیم. تصنیف از اینا اول دندان های سنایا یا انسسورس ببینیم. دندان های سنایا یا انسسورس میگه در قدام فک ها یا در قدام میالاشه قرار داشته. تعداد از این میگه که 4 عدد بوده و رولشان هم گفتیم قطع کردن مواد غذایی. شما ببینین دندان های انسسور است. دیگه که ما در باره مثلا گفتیم 4 عدد است، ما تنها 1 دانه علاشه را در بارشان میخوانیم. مثلا گفتیم 1 قوس میخوانیم، در 1 قوس تا
تعدادشون چند تا بود؟ مثلا قوس قلبی یا سفلی 4 عدد بود. بعد از او دندانهای کنین یا انیاب میخوانیم. دندانهای کنین یا انیاب میگه در هر فک 2 عدد وجود داشتن، یعنی در هر علاشه چند عدد بودن؟ 2 عدد. رول از اینا را گفتیم که پاره کردن غذا میباشن. شما ببینین دندانهای دیگر، دندانهای چی میشدن؟ دندانهای چی میشدن؟ دندانهای کنین. خب پالوی ازی چی شد؟ دندانها را به نام دندانهای کنین گفتیم. یکی به ایسون آمد، یکی به ایسون آمد. خیلی چند عدد شدن اینا؟ 2 عدد شد. سوم ببینین دندانهای آسیاب گفتیم، یعنی مولر. مولر را گفتیم که در هر فک یا در هر علاشه یا در هر قوس چند عدد اینا وجود دارن؟ 10 عدد. رول از اینا چی است؟ میده کردن غذا. باز آسیاب دو گروپ هم تقسیم میکنن. در بعض جایی ها میگه آسیاب کوچک و دیگه هم میگن که آسیاب بزرگ. دیگه چی شدن؟ آسیاب بزرگ. این شکل دو گروپ اینا را تقسیم میکنن. آسیاب کوچک یعنی دندان های میشه اینا، اینی را به نام آسیاب کوچک یاد کردیم. و اینی سه تای دیگر باز به نام چی یاد میکنیم؟ آسیاب بزرگ. که به این شکل یا چی شدن؟ تعداد از این در هر قوس چند عدد شد؟ 16 عدد. که در دو قوس با تعدادشون چند عدد میشن؟ 32 عدد. یکی هم گفتیم دندان های ویستوم تیت هست، اما عقل دندان یاد میکنه. گفتیم که در سنین بالاتر هیچی میشه میبراین و این می دندان توان با درد زیاد هم میباشه. در انگام برامدن دندان در ساری ساس شده میتونم که به نام تد مولر هم یاد میکنه. مولر ها را گفتیم که دندان های آسیاب به نام چی یاد کردیم؟ مولر. دیگه هم ببینین در باری دندان ها نشان داده. دندان ها که دو قوس بالایی و دیگه چی بودن؟ قوس پایینی است. تعدادشان را گفتیم چند عدد می باشند؟ 32 عدد. سکندری تیت ها یا دندان هایی که گفتیم دندان های دائمی اینجا هم برای ما نشان داده که در دو قوس است. مولر ها را نشان داده. پیری مولر ها را ببینید، در اینجا نشان داده مولر ها 3 عدد شده، پیری مولر ها چند عدد شده؟ 2 عدد. که این ها را شما ببینید در اینجا در پولی انسسور ها قرار گرفتن. خب در مورد آناتومی دندان، یعنی که از لحاظ آناتومی که اینو از کدام ساختمان تشکیل پیدا کردن، خب اول ببینین در قسمت تاج. ببینین دندان ما در اینجا تقسیم میکنیم. این قسمتی که بالا معلوم میشه رو نامش هم ماندیم تاج دندان. ی تاج دندان شد یا کراون. و یک قسمت پایین به نام روت یا ریشه ماندیم. خیلی که سرحد بین تاج و ریشه را ایجاره نامشان چی ماندیم؟ به نام نک ماندیم یا عنق دندان. خیلی تاج دندان در بالا شد و روت یا ریشه هم در قسمت چی آمدن؟ در قسمت پایین آمدن. خیلی عنق گفتیم، عنق این قسمت سرحدیشان شد. محل اتصال تاج و ریشه را به نام چی یاد کردیم؟ به نام عنق. جایی که این تاج و این ریشه با هم یک جا شد، ایره به نام چی یاد شد؟ به نام عنق دندان یاد شد. خب علاوه این امبریولوژی، یعنی منشأ امبریولوژی که دندان رو ببینیم، اینجا با برای ما نشان داده که کراون و روت. یک تو در ما گفته قسمت برهنه دندان، قسمت برهنه دندان از کجا منشأ میگرفتن؟ از اکتودرم. گفتیم اندودرم، میزودرم، اکتودرم، اینی طبقات بود امبریولوژی. میزودرم شما سعی کنین قسمتی که با چشم دیده نمیشه، یعنی قسمت ریشه. قسمت ریشه دندان از چی منشأ گرفت؟ از میزودرم. و قسمت برهنه دندان از چی منشأ گرفت اینا؟ یا قسمتی که تاج دندان بود، ایره گفتیم از اکتودرم منشأ گرفت. خیلی نواحی که معلوم میشد اکتودرم بود و نواحی که معلوم نمیشد یا ریشه بود، دوره میزودرم گفتیم. از دو قسمت میزودرم و اکتودرم دندان ها ساخته شده است. دیگه در مورد ترکیب کیمیاوی شانه میبینیم که لحاظ ترکیب کیمیاوی دندان ها رو ببینیم که از کدام قسمت ها ساخته شدن. از لحاظ ترکیب شما ببینیم که میگه این متشکل از مواد عضوی هم است و متشکل از مواد غیر عضوی هم است.
حقیق بیشترین قسمتی که در دندان ها شامل است و قسمت غیر عضوی می باشن. قسمت عضویشان کم است. قسمت عضوی از اینا را میگم رشته های کلاژن است. رشته کلاژن که در محکم گرفتن دندان ها کمک میکنن. ولی غیر عضوی را شما سعی کنین مواد معدنی، کلسیم و فسفت، اینا قسمت های هستن که شامل قسمت غیر عضوی می شدن. دندان میگه از نست چی منظم کلسیمی به نام آج. آج باز به شما نشان میتیم یا دنتین ساخته شده و قسمت علوی آج از بیره سر زده و توسط پوشش سخت به نام مینا پوشانده شد. خیلی دیگه سعی کنین که آج گفتیم ساخته شده و قسمت علوی آج از بیره ها سر میزنن، یعنی از بیره ها بیرون میشن. اگه جره ما بیره ها فکر کنیم، آج از بیره ها چی شده؟ به این شکل بلند شدن و توسط پوشش یک سخت مواد هستن، پوشش مواد سخت به نام مینا چی شده؟ پوشانده شد. خیلی مینا اینا را میپوشانن، همین قسمت های دیگره. ریشه دندان، ریشه دندان را میگن توسط پوشش کلسیمی احاطه شده که به نام سمنت دندان یاد میشد. خیلی سمنت دندان کدام قسمت دندان است؟ سمنت دندان را گفتیم، اما پوشش امو ریشه دندان گفتیم توسط یک پوشش کلسیمی پوشانیده شده که با نام سمنتوم یا سمنت دندان یاد کردیم. دیگه داخل دندان یک خالیگاه وجود داره که با نام پولپ کویتی یاد کردیم، یعنی خالیگاه دندان که با داخل از او باز عصب دندان قرار دارن. ایده دندان ها میگه در یک خالیگاه مثل اینجا رو شما سعی کنین خالیگاهی تو نشان داده، در خالیگاه قرار گرفته که به نام الویولاس یاد میشن و توسط کلاژن اینا محکم میشن. کلاژن ایران را محکم میگیره و می قسمت به نام چی یاد کردیم؟ الویولاس. خب بال قسمت ها را شما ببینین. در قسمت ما گفتیم که دندان را دبارشان گفتیم که قسمت پلپ دندان است یا مخالیگاه دندان است، که خالیگاه را گفتیم که داخلشان عصب و اویه های دندان قرار داره. بعد از او در مورد این قسمت گفتیم که این قسمت به نام دنتین یاد کردیم. دنتین یا آج دندان است، شما ببینید از بیره ها بیرون شده آج یاد کردیم و بالای سر از اینا یک قسمت آمده که ایره به نام چی یاد کردیم؟ انامل. انامل چی گفتیم؟ پوش دندان. این پوش دندان چی گفتیم؟ به نام انامل یاد کردیم. انامل هم پوش دندان بود که محکم پوشانید. و در اینجا ببینین سمنتوم. سمنتوم چی هست؟ همون قسمت گفتیم در ریشه دندان قرار دارن که اینا را گفتیم. ریشه دندان توسط یک ساختمان کلسیمی احاطه میشن، یعنی سمنتوم خودش از کلسیم ساخته شدن که به نام چی یاد شدن؟ سمنتوم. و در اینجا پریودینتال لگامنت داریم، یک لگامنت هستن که در اطراف چی قرار گرفتن؟ در اطراف دندان ها قرار گرفتن و ای جاوون یعنی جا علاشه، یعنی استخوان علاشه است. دیگه هم شما ببینین دندان ها از کلسیم و چی ساخته شدن؟ فاسفیت. کلسیم و فاسفیت از خاطر اینا بدن دندان ها استحکام بخشیدن و دندان ها را اینا به می شکل محکم نگه می دارن، یا ساختمان دندان ها را سخت ساختن اینا. ببینین در این قسمت باز برای ما نشان دادن که اینجا را ببینین همون دنتن شد آج، یکی فرق آج و تاج بفهمین. تا تمام این قسمت ها به نام تاج دندان یاد میکردیم، انرژی تایج کلش تاج دندان بود. اما آج یا دنتین چی هست؟ این قسمت آج است. باز بالای آج باز چی میان؟ انامل یا پوش دندان باز میاد بالای دنتین یا آج. و این هم پلپ کویتی است. مثلا کنه هم اعصاب داخلشان قرار داره و هم اویه ها در داخلش قرار گرفته. کیره به نام چی یاد کردیم؟ ما مصاحه پلپ کویتی یاد کردیم. خب دندان ها را گفتیم از دو بخش ساخته شده است، یعنی قسمت هایشانه. اول انساج سخت و دیگه هم انساج نرم. انساج سخت دندان را ببینید که آج دندان یا دنتین گفتیم، بعد از اون مینای دندان، بعد از اون چی شدن؟ سمنتوم، که دو قسمت در قسمت های آج و مینا در قسمت های بالا قرار داشت و سمنتوم هم در قسمت بود که در ریشه دندان آمده بودن. خب دیگه در مورد انساج نرم گفتیم که پلپ دندان است. پلپ دندان یا دنتال پلپ گفتیم، خالیگاه است، یعنی قسمت هم خالیگاه دندان. غشای محیط دندان یا پریودنتال لگامنت است یا ممبران یاد میکنیم، به شکل اطراف دندان میپوشن و با رولشان میبینیم که اینا هم در
استحکام دندان یا محکم گرفتن دندان رول دارن. سوم اینا را گفتیم که چی بوده؟ بیره ها بوده یا جنجبا. این هم ساج نرم هستن. از قسمت دنتن میخوانیم. ببینید چه دنتن برای ما نشان داده. این دنتن هستی پلپ هست و این انامل هست. میگه کتله اصلی دندان هم دنتن تشکیل میدهد و نظر به استخوان اینا چی بودن؟ سخت تر میباشن. ترکیب زیر ببینید میگه 72 تا 80 فیصد نمک های غیر عضوی شامل است. 20 تا 28 فیصد هم مواد عضوی که کالوجن است. خیده یه هم مواد غیر عضوی شامل بود هم مواد عضوی. گفته بودیم در چند قسمت سلاید های پیش خواندیم که بیشترین قسمت دندان یا زیادتر دندان مواد غیر عضوی تشکیل میدن، اما مواد عضوی هم نیز در تشکل دندان ها رول دارن. مواد عضوی را میگن توسط اودنتوبلاست ها افراز میشوند. اودنتوبلاست یعنی یک نوع ساختمانایی بوده این قسمت اودنتوبلاست ها که اینا در افراز کردن چی کمک میکردن؟ افراز کردن مواد عضوی. مواد عضوی توسط اودنتوبلاست چی میشدن؟ افراز میشدن. اینا را گفتیم دارای ساختمان تیوب مانند است که آج را سوراخ کرده و سمنت و مینا می انجامد. یعنی این ساختمان تیوب مانند بوده که میگه که خود آج را اینتوبلاسته که خود آج را سوراخ کرده و سمنت و مینا ختم می شدن. یعنی در قسمت های سمنت و مینا اینا ختم می شن اینتوبلاست ها. محتوی تیوبول را استطاله اینتوبلاست تشکیل می دهن. همی تیوبول ساختمان تیوب ماننده که گفتیم استطاله های همی ساختمان متبارزه که در اودنتوبلاست هاست محتوی تیوبول ها را همی تشکیل میدهند و همی ساختمان هاست که میگه در برابر سردی گرمی تیزابی حساس میباشند. بعضی وقتا وقتی که دندان مثلا یک سوراخ یا یک تخریب پیدا میشن ما سردی را در برابر شکل العمل نشان میتیم و برابر گرمی در برابر مواد تیزابی یا مواد دیگه از خود عکس العمل دندان های ما نشان میده که نمونگر از ایست که اودنتوبلاست ها در یک قسمت چی میشن قرار میگیرن. اینا را حس میکنن. خب ایجام تصویر شما سعی کنین قسمت آج یا دنتین برای ما نشان دادن که ایجام مواد عضوی و مواد غیر عضوی در ایجام چی بودن شامل بوده که بیشترین یا زیادترین قسمت از ایران مواد عضوی تشکیل داده که گفتیم مواد عضوی و غیر عضوی در تشکل اینا رول داشتن یا در ساختمان اینا سهم داشتن. قسمت دیگر رو ببینین در مورد انامل میخوانیم. انامل میگه تاج دندان رو پوشانیده و اینا رو میگن که منشه اپیتل دارن. از اپیتل اینا ساخته شدن. اینا 1% از پروتین و 99% هم از مواد غیر عضوی ساخته شد. خیلی ببینین 1% از این عضوی بود در قسمت انامل یا پوشی که بیرون می پوشانید و 99% از اینا مواد غیر عضوی بودن. در این مواد غیر عضوی 95% از زیر کلسیم و فاسفیت تشکیل می ده و 4% از زیر دیگر منرال ها و در بدن سخت‌ترین عضو یا سخت‌ترین قسمتی که در بدن است او را به نام مینا یا انامل یاد میکن. خیلی مینا یا انامل سخت‌ترین ساختمان یا سخت‌ترین قسمت در عضویت ما به نام چی یاد میشد؟ مینا یا انامل یاد میشدن. خب اینجا رو ببینید در این تصویرم نشان داده این مینا شد. مینا بالای چی قرار گرفتن؟ بالای آج و امی خود از این را گفتیم سخت‌ترین عضو بدن است. از این خاطر است که اینا در برابر مثلا تخریشات و تخریبات یا مقاومت داره یا مثلا مواخذهایی را که عرض میکنیم مثلا غذاهای گرم است سرد است در برابر از اینا مقاومت نشان میده و زمانی که اگر اینا از باعث مثلا بعضی از کریس ها یا بعضی از مواد دیگه آسیب پذیر میشن یا تخریب پذیر میشن به می شکل است که درد بدن مثلا درد احساس میشه باز و اخی و حتی در برابر همی سراخ دندان ها یا همی کریس دندان وقتی که زیاد میشه طبقات پایین هم میگیرن درد های شدید تر احساس میشه حتی التهابات احساس میشه که حالتی هست که همی مواد
خود همی چیز گفتیم همی التهابات از دو تا قسمت های پلپ دندان یعنی خالیگاه دندان انتشار پیدا میکنه، از خاطر یک درد و یا یک ناراحتی در دندان ها به این زمان احساس شده میتونن که مینا را گفتیم سختری نست بود. خود های قسمت خواندیم در مورد ساختمان های سخت دندان بود و دوام زیر باز از قسمت لکچر دیگه اینا را دوام میتیم که قسمت های سمنت دندان میشه و همین شکل با سانساج نرم دندان را میخوانیم. باز لکچر دیگه بخیر.